بعد از ایراداتی که با پایان مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله در میدان نقش جهان به این اثر وارد شد، حالا نوبت به گنبد مسجد امام در این میدان جهانی رسیده که با برداشتن داربست‌های 13 ساله از جداره آن، اعوجاج‌هایی روی بدنه گنبد دیده شده. پس از مرمت‌های اولیه‌ای که روی گنبد مسجد امام در سال‌های 1316 و 1328 انجام شد، اواسط سال 1389 حمید مظاهری، کارشناس ارشد مرمت، از چین‌خوردگی‌هایی در بخش جنوبی آن خبر داد. پس از آن بود که کار مرمت روی هر 16 ترک گنبد آغاز شد. زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، در سفر سال گذشته خود به اصفهان، قول حذف داربست 13 ساله گنبد را بعد از پایان کار مرمت داد و سرانجام خرداد امسال داربست ها برچیده شدند. اما بعد از حذف داربست ها خبرهایی از وجود چروک هایی روی بدنه گنبد مطرح شد، به حدی که برخی آن را یک افتضاح مرمتی خواندند. در نخستین واکنش ها مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام در جواب این اعتراضات، آنها را مشتی حرف مفت خوانده و گفته که از همان ابتدا هم نگفته ایم گنبد مسجد امام اصفهان را مرمت می کنیم، بلکه اقدام ما نوسازی گنبد است. پس از آن مرمتکار گنبد مسجد امام اعلام کرده در طول روند کار کسی به من نقد نکرده، اگر کسی مشکلی در کار می‌بیند به من اعلام کند. حالا اما مدیر کل میراث استان اصفهان اعلام کرده ناظران و مرمتگران طرح با باز کردن داربست‌های ضلع شمالی گنبد متوجه شدند که در بخش انتهای ترک‌های 15 و 16 به ویژه در رأس گنبد اعوجاجی وجود دارد. همچنین مرمتگران در مرمت طرح‌های گل‌های لاله عباسی گنبد متوجه شدند که در مرمت‌های دهه‌های گذشته در رنگ‌بندی برخی از این گل‌ها ایرادهایی وجود داشته که در مرمت اخیر با نظر کارشناسان خبره رنگ‌بندی این گل‌ها بر اساس طرح‌های اصلی مرمت شدند. اکنون باید دید که چطور این آسیب که یک بازسازی خوانده شده برطرف می‌شود.